السلام علیکم تماشاگران محترم. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان میگردانیم. در استودیو اویشای ستار. امروز بخشیده به روز جهانی سیاحی در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، نخستین نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2024 آغاز گردید که تا 27 سپتامبر ادامه می‌یابد. ادامه موضوع در گزارش جهانگیر سفرعلیزاده. بوری نخوز در پایتخت تاجیکستان زیبومنظر شهر دلارای دوشنبه که نگین تاجی ملت است، نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2024 برگزار میگردد که در آن بهترین شرکت های سیاحی هم وطنی و هم خارجی شرکت مینمایند. مقصد از برگزاری نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2024 معرفی ظرفیت و امکانات بزرگ سیاحی تاجیکستان میباشد. واقعا هم تاجیکستان با طبیعت دلفریب و نوتکرار خود توجه جهانگردان دنیا را به خود جلب نموده است و سیاحان در اثرهای خود تاجیکستان را چون نگین در حاشیه زمین عنوان کردند. در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2024 که در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو برگزار شد، سوبکت های سیاحی تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه، اینچنین برادر شهرها و شهرهای شریک آن از قبیل شرکت های سیاحی، هواپیمایی، مهمانخانه و طربخانه ها، مؤسسه های طبابتی و سالمگردانی، فرهنگی و تاریخی و فراغتی محصولات و خدمت رسانی خود را معرفی نمودند. تاکید گردید که برگزاری نمایشگاه یکی از راههای مرانوک جلب سیاحان خارجی و سرمایه مستقیم، اینچنین به طور بهتر پیشکش نمودن خدمت رسانی برای توسعه همکاری بین شهرها و پایتختها، سوبکت های خدمت رسانی سوهای سیاحی و دایره های منفعت دار میباشد. در نمایشگاه سوبکت های خدمت رسانی سیاحی از جمله شرکت های سیاحی، هواپیمایی، خدمت رسانی نقلیاتی استیصال ارمغانی، مهمانخانه و طربخانه ها، مؤسسه های طبابتی و سالمگردانی، فرهنگی و تاریخی و هنرهای مردمی بهترین محصولات و خدمت رسانی سیاحی رو از اکاتوریسم تو خطرهای فرهنگی معرفی نموده، به معروفیت تاجیکستان همچون مرکز سیاحی آسیای مرکزی مساعدت می نماید. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2024 با اقدام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، بخشیده به روز جهانی سیاحی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار میگردد. اشتراکچیان دایر به رشد ساحه سیاحی، تشکیل بازار سیاحی منطقه در شهر دوشنبه، معرفی اقتدار بوی طبیعی، سیاحی و فرهنگی و طبابتی و سالمگردانی تاجیکستان، آموزش تجربه پیشقدم، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تطبیق لایحه‌های سیاحی، تحکیم همکاری صحاوی و برادرشهری، رشد شریکی با سوبکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی و در این زمینه تعیین استراتژی‌های مشترک سیاحی تبادل تجربه کردند. با شرافت استقلال و آزادی و از متلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، ساحه سیاحی رشد نموده، ظرفیت سیاحی مملکت در منطقه و جهان به طور شایسته معرفی گردید. تاجیکستان کشور زیبا. تاجیکستان با پیش. شهر دوشنبه چون پایتخت جمهوری تاجیکستان، سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بوده، صد و صفت خدمت رسانی سوبکت‌های سیاحی در آن نه تنها در رشد ساحه، بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاوردهای مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده میبازد. با توجه تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیای جهانی شهرهای سیاحی گردیده، طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی تروستات فدراسیای روسیه، به ده گونه شهرهای امتنین مملکت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به ده گونه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه وارد گردید. از 3 اکتبر سال 2019 شهر دوشنبه با قرار شورای وزیران سیاحی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی سال 2020-2021 چون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی و از 28 سپتامبر سال 2018 با قرار شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل سال 2021 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلام کرده شد. یادآور می‌شویم که نمایشگاه‌های بزرگ سیاحی در اکثر کشورهای عالم همسالا تشکیل گردیده، در آن زیاده از 5000 شرکت مربوط به ساحه سیاحی از دولت‌های جهان اشتراک و محصولاتشان را معرفی می نمویند. جهانگیر سفرعلیزاده، محمد سعید کمال، شهر دوشنبه، اخبار.
از دویم تا ششم اکتبر سال 2024 در شهر دوشنبه چمپیونات جهان اوید با گوشتین جودو بین جوانان برگزار می شود که در آن دسته منتخب تاجیکستان را 24 ورزشگر نمایندگی می کند. در چمپیونات بیش از 500 ورزشگر از 68 دولت اشتراک می کند. شرح بیشتر موضوع در گزارش رحمت شاهی یابید. جودو باز به تاجیکستان می آید. شهر دوشنبه که با منظرهای بی‌نظیر طبیعی و فرهنگی بای شرقی بار اول در تاریخ ورزشی تاجیکستان صاحب استقلال چمپیونات جهان را بین نوجوانان در رشته جودو قبول می کند. این چهارمین مهم ورزشی سال 2024 از دویم تا ششم اکتبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی اوبی پایتخت دویر می شود. در مسابقه نزدیکی 400 نفر جودوکاران از 67 مملکت به اینجا تشریف می آورند که تا که قوای مهارت و اراده خود را برای غلبه نشان دهند. این چهارمین باشکوه با تشبث فدراسیون بین المللی جودو IJF در همکاری با مقامات جلوی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون جودوی کشور دویر می شود. برای شرکت در چمپیونات 310 ورزشگر 173 پسر و 137 دختر که از 5 قاره اولم می باشند نام نویس شدند. دو سال اخیر دائمی در تیم منتخب جودو تاجیکستان با همراهی دیگر جوان دختران یا تمرین می کردند. برای همین یکمین بار در تاریخ می باشد که لیگیانرین در تیم منتخب جودو دختران وارد می شوند. و باز یک کاری تاریخی این است که ششم یعنی از دویم تا پنجم چمپیونات جهان بعد ششم اکتبر یعنی چمپیونات مبین دستوی می شود. دستوی یکمین بار در تاریخ جودو تاجیکستان یعنی دسته جودو تاجیکستان برآمد می کنند. سه در این دسته سه جوان پسر و سه جوان دختر برآمد می کنند. ورزشگران را در چمپیونات جهان رقابت های انفرادی بین نوجوانان 17 ورزشگر معرفی خواهد کرد. روزی 6 اکتبر در شهر دوشنبه چمپیونات جهان اوید به جودو بین دستای آمیخته نوجوانان شده می‌گذرد. ورزش امروز جزئی ترکیبی و پر اهمیت نظام ارزش‌های فرهنگی خلق‌ها و ملت‌ها می‌باشد و در جریان چنین مسابقه‌های بین‌المللی به مثل چمپیونات جهان در قلب انسان‌ها احساس گلوری دود و بازدید همفکری و حتی پیروزی آدم‌ها را از بالای اندیشه و امید نامطلوب بیدار می‌سازد. رشد و انکشاف و در بین طبقه‌های وسیع عمر گسترش بخشیدن ورزش یکی از جنبه‌های مهم دموکراتیکنانی حیات جامعه می‌باشد. در شرایط نارام و پرتلاطم دنیای معاصر بالاروی اهمیت اجتماعی ورزش فالندک می باشد. واقعا این مسئله شاید هیچ وقت در تاریخ بشریت مثل روزهای ما دارای چنین اهمیت نبوده است. ماس با تلاشهای پیگیرانه و اقدامهای سازنده و بنیادگرانه اساسگاه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به این ساحه مهم در کشور توجه جدی ظاهر می گردد. با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای ملت ورزش در تاجیکستان صاحب استقلال همچون عامل تنسیاتی شغل دوست داشته مردم گردیده است. در نتیجه ورزشگران ما که اکثرا آنها زاده دوران استقلال می باشند در مسابقه های سطح منطقوی و بین المللی به دست آورد های بی سابقه نائل شده شرف تاجیکستان صاحب استقلال را در جهان بلند می بردارند. شرح موضوع دیگر. در ولایت ختلان صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور بیشتر گردیده است. این نوبت نزدیک به 400 تن محصولات های گوناگون کشاورزی از ولایت ختلان به جمهوری قزاقستان صادرات کرده شد. شرح بیشتر در گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. بر اساس دستور و سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صادرات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان به جمهوری قزاقستان براه مانده شد. طبق اطلاع مسئولین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از حدود ولایت ختلان زیاده از 14 ماشین پربار نزدیک به 400 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شد که از این تعداد 18 نامگوی محصولات کشاورزی از قبیل انگور، کدو، لبلبو، پیاز، کرم و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی عبارت می باشد.
با اطلاعی ریاست منطقوی گمرک در ولایت ختلان، به حالت 4 سپتامبر سال جاری صادرات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان به خارج کشور تنها با واسطه گمرک ولایت ختلان 14985 تن را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 6022 تن زیاد می باشد. قسمت بیشی محصولات صادرات شده را پیاز 8633 تن، کرم 253 تن، سیب 36 تن، تربوز 402 تن، پیسته 586 تن، انگور 396 تن، زردالو 572 تن و دیگر انواع محصولات خوش‌صفت وطنی اساساً به دولت‌های پاکستان، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و بلاروسیه صادرات کرده شده است. طبق دستور سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ما از ولایت ختلان بیش از 400 تن مول محصولات کشاورزی را به جمهوری قزاقستان صادرات نموده ایستاده‌ایم. مقصد اساسی صادرات نمودن مول محصولات کشاورزی به جمهوری قزاقستان در شهر نوحیه کلان‌ترین جمهوری قزاقستان ما یرمارکه مول محصولات کشاورزی تاجیکستان را تشکیل نموده‌ایم. امروز زیاده از 14 ماشین بورکش خلان از ولایت ختلان بر این یرمارکه کشاورزی سفربر کرده است. بابت اجرای دستور و سفارش های سروری دولت در سمت بهتر براه ماندن صادرات محصولات کشاورزی تمام ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار گشتند که با استفاده از امکانیت موجوده برای تقویت محصولات صادرات شونده مساعدت نمایند. اینک کاروان ماشین های پربار که دسترنج دهقانان ولایت ختلان را با خود دارد و دولت به ما دوست و برادر قزاقستان رهسپار گردیدند. مورد ذکر است که تا امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اجرای دستور و سپارش های رهبریت عالی مملکت یک قطار کارها را به انجام رسانیده کوشش نموده استادند که صادرات را به دیگر دولت ها بیشتر براه مانند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض الله، ولایت ختلان، اخبار. نوحیه شغلان یکی از نوحیه های کلانترین ولایت مختار کوهستانی بدخشان محسوب یافته، در این منطقه زیاد از 64 گرمخانه های موسمی و دائم عمل کننده در مساحت عمومی بیش از 3615 متر کوادراتی فعالیت می نمایند که برای کشت بروقتی و کشت تکراری شرایط مساعد فراهم آورده شده است. گزارش ماهره طاهر. بنیاد گرمخانه یک منبع پیشرفت تامین امنیت آذوقه‌واری به حساب رفته. با این وسیله امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دقت ضروری روانه گردیده استاده است. امروز در نوحیه شغنان مردم نوحیه به بنیاد گرمخانه و توجه زیاد ظاهر نموده. از طرف خواجگی دور حکمت صابروف در زمین نزد حولیگیش در مساحت 3 سطح زمین 3 گرمخانه زمانوی بنیاد کرده شدند. از حساب گرمخانه خواجگی دور میتواند در یک سال تا 3-4 مرتبه حاصل را به دست بیارد. میخواهد تا فصل زمستان محصولات تر و تازه را پرورش نموده بازار داخلی را با محصولات تازه وطنی تامین نماید. گرچند که سالهای پیش اولی به بنیاد گرمخانه ها توجه کم ظاهر می نمودند، با در نظر داشت ثمره خوب آنها اولی به گرمخانه های اجمن کلان و خرد رو آورده. با این وسیله در غنی گرداندن بودجه اویلوی و صادرات محصولات خوش صفت سهم ارزنده می گذارند. قابل قید است که جایگاه شوی جغرافی نوحیه جهت بنیاد گرمخانه ها مساعد می باشد. در حدود نوحیه شغنان 64 اکدن گرمخانه موسمی به مساحت 3615 متر کوادراتی مورد استفاده بری قرار داده شد. در این گرخانه کشت بر وقتی گزرانیده شده. در هنو اساسا سبزوات از نمود پامیدور بودرین کبودی قلفنای و کچتی گل که برای امنیت اوزقواری و دسترس اهالی نوحیه با غذای سالم تامین می نمایند. در گرمخانه هایی که از جانب ساکن دیهای بوید نوحیه شغنان حکمت صابروف بنیاد گردیدند، بیشتر کشت بودرینگ و پومیدور و کرم و کبودی برو گذاشته شده است. در این گرمخانه ها که دو تاشو موسمی بوده، یک تای آنها دائم عمل کننده می باشد، همه سالا 3-4 مرتبه کش گذرانده می شود. با گفت خواجگی دور گرمخانه موثر دائم عمل کننده بنیاد در فصل زمستان تامین نمودن ساکنان با محصولات تر و تازه
بنیاد نمودیم. قابل ذکر است که استفاده با ثمر هر وجب زمین و رویانیدن اصلی دلخو عامل اساسی تامین امنیت آذوقواری به حساب رفته. تشکیل گرمخانه های اجمن کلون خرد برای پرورش سبزوات مساعدت نموده. جهت تاسیس جای های نوکاری که در شرایط کوهستان نهایت مهم میباشد تکون جدی میبخشند. ماهره طاهر، مبارک شای رستم، نویه شغنان، اخبار. در ناحیه باباجان غفوروف جمع آوری پخته ادامه دارد. کشاورزان ناحیه نقشه دارند که تا آخر موسم 18713 تن پخته جمع آوری نمایند. گزارش عبدوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با استفاده از روزهای آفتابی فصل تیرماه در خواجگی های پختکاری ناحیه باباجان غفوروف جمع آوری حاصل با مرام ادامه دارد. کشاورزان ناحیه تا 25 سپتامبر سال روان بیشتر از 3000 تن پخته جمع آوری نموده برای تامین دورنمای استحصالی اقتدار و امکانیت موجوده را ثمرناک استفاده میبرند. در ناحیه امسال دورنمای استحصالی پخته 18713 تن مقرر گردیده است. حاصل فراوان و خوجگیداران هم از مشون به آن روانه شده است که تا آخری موسم پختهی در صحرا بوده را پره و بی‌تلف جمع‌آوری نمایند. مورد ذکر است که کشاورزان ناحیه باباجان غفوروف در پرورش و استحصال پخته تجربه غنی داشته، همساله با استفاده از اقتدار و امکانیت موجوده میدان کشت این نوع زراعت تکنیکی را زیاد میکنند. سال روان در همه شکل های خواجگیداری ناحیه در میدان 8293 گکتر پنبه‌دانه کشت کرده شد که نسبت به سال گذشته زیاد بوده. به خاطر رویانیدن حاصل دلخواه، دهقانان با مسئولیت عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی برای کشت نوع تخمی های سرحاصل را انتخاب نمودند. در سر پخته ها سراسر شکفته ایستادند و امروز ها از 6000 تا 8000 چینکچی در حدود ناحیه برآمده برای تامین نمودن دورنمای استحصال حاصل پخته سال 2024 زحمت کشیده ایستادند. حاصل ناکی نسبت سال پیشین خوب می باشد و ما کوشش داریم که دورنمایی که از طرف مقام اجرایی حاکم دولتی ولایت تعیین شده است تامین نماییم. از جانب رهبران خواجگی های کشاورزی بحری سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری کردن حاصل و اجرایش عهده‌داری استحصالی شرایط ضروری فراهم شده است و هوسمندگردانی مناسب چینکچیان در مد اول قرار دارد. در یک روز برای جمع‌آوری حاصل پخته نزدیک 8000 نفر جلب می‌شوند. نمایندگان تشکیلات و اداره‌ها نیز در روزهای استراحتی برای جمع‌آوری پخته و سهمداران خواجگی های دهقانی کمک می‌رسانند. سال روان در جماعت دهاتی خیستورز سهمداران خواجگی دهقانی به نام یولداشبای قاسموف با روح‌اندازی تدبیرهای ایلاوگی کارکرد اگرتکنیکی زراعت و کشت تخمی‌های خوش‌صفت محلی و خارجی حاصلنوکی پخته را زیاد نمودند. در میدان 30 گکتر پخته کش کردیم. یک سیکتور روز میشد. وقتی چنیشه سر کردگی چنیشه زواب به 15 تن سپردیم. خدا خواهد حلکب نکنیم که هر گکتر نکم چیز سینر حاصل گریم. این پخته بایگری. پخته این بایگری تاجیکستان. برای همون همه زحمت کشان خواجگی همه سرجمانه به چنیش پخته اشتراک کراسیان 120 تن وقتی چین نامه حرکت میکنیم. امروز ها در ناحیه باباجان غفوروف 4 کارخانه کارکرد پخته فعالیت داشته حاصل را از خواجگیداران قبول میکنند. در این کارخانه ها که کارکرد پخته با استفاده از خطهای تکنولوژی معاصر صورت میگیرد، همه روزه از خواجگیداران تا 400 تن پخته قبول کرده میشود. جمعیت دارای مسئولیت محدود ظفریان از جمله کلانترین کارخانه های کارکرد پخته در ناحیه به حساب می رود که از اول موسم تا امروز از خواجگیداران زیاد از 600 تن پخته قبول کرده است. کارخانه مذکور از سال 2017 اینجانب فعالیت داشته. در اساس شرطنامه همکاری با 305 خواجگی دهقانی و جمعیتی در نظر است که امسال بیشتر از 5000 تن پخته را قبول و کارکرد نماید. حالا در این کارخانه 60 نفر با جای کار تامین می باشند. تأکید کردن به مورد است که پختکاری در ولایت سغد یکی از بخشای مهمی ساحای کشاورزی به حساب رفته، همساله به کشت و پرورش و کارکرد آن توجه مخصوص روانه می شود. پخته یکی از محصولات صادراتی و اشیای خام برای صنعت سبک به حساب رفته، هدف اساسی پختکاران رویانیدن حاصل خوب می باشد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه باباجان غفوروف، اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می رسد. خیر، سلامت و سربلند باشید.